در متوازی لرزه زیر اگر نقطه چین ادامه قطب باشد اندازه زاویه تند یا حاده بین دو قطب کدام است؟ خب بیا نگاه کن، اگر اینو بیای بگی ادامه قطر باشه، خب اگه بگی ادامه قطر باشه مثلا، خب این یعنی قطرت ادامه قطر باشه، یه چیزی ما داریم، یه نکته، این زاویه رو میخواد، این زاویه رو میخواد، یه نکته ای هست، قشنگ دقت کن، اگه دوتا خط موازی باشه، این نکته رو قشنگ رد شد دقت کن، اگه بیاد یه خط مورب بشکنه وسط، این نکته رو برای خودتون یادداشت بکنید، زاویه وسط برابر میشه با جمع دوتا زاویه تند، زاویه وسط برابر میشه با جمع دوتا زاویه تند، یعنی این بالایی با این پایینی جمع بکنم زاویه وسطی رو میده. الان این زاویه وسط همین دوتا با هم برابرن دیگه، این دوتا ضلع هم که عین اینجا موازی هن، متوازی از این یعنی همین دیگه، دوتا ضلع موازی، بعد اومده یه خطی از اینجا با یه خطی از اینجا این شکلی شده، یعنی دقیقاً همون شرط شده، اینجا 20 این 150 باشه اینجا 30، یعنی اینجا 30 اینجا 20، قشنگ دقت کنید، این 20 این 30 جمع زاویه، یعنی این وسطی رو می‌خواد، این وسطی میشه جمع دو تا زاویه تون، یعنی برابر با 50، این نکته رو برای خودت یادداشت کن، بسیار عالیه، پس زاویه وسطی میشه برابر با 50.